چرا آزمون و خطاهای سیاسی و اقتصادی با هزینه‌های هنگفتی که طی سالها ایجاد می‌کنند به نتیجه مطلوبی نمی‌رسند؟ چرا در مناظره‌ها عاقبت هیچ کدام از صاحب نظرها نظر دیگری را نمیپذیرد و یا دست کم به نقطه نظر مشترکی نمیرسد؟ چرا مناظره ها مخاطب بیشتری از گفتگوها دارند؟ سیاست و اقتصاد شاید نرم افزارهایی هستند که هر کدوم جداسرانه و بی اعتنا به هم و بستر فرهنگی خودشون کار میکنند. به این ترتیب پراکندگی به نام ایست، ایده و طبقه هر روز بیشتر و یک پارچگی ناممکن تر به نظر می‌رسد. جامعه‌های پیشین بر اساس اقلیم و فرهنگ شکل می‌گرفتند و شاید ایده های امروز سیاسی و اقتصادی یا موضوعهای دیگر پیش از هر چیز نیازمند بررسی دوباره ماهیت فرهنگی جامعه امروز خود هستند، البته برای استفاده و نه سوء استفاده. این برنامه با فرهنگ است. من حسین قنواتی هستم که در گفتگو با میهمانانم هر نوبت تلاش می‌کنیم از یک دیدگاه به بررسی وضعیت فرهنگی جامعه امروز بپردازیم. من آقای دکتر طالع هستند که در برنامه با فرهنگ ایشون رو دعوت کردیم که در مورد فرهنگ و فرهنگ ملی با ایشون صحبت میکنیم. آقای دکتر طالع، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. میخواستم مقدمتا به این دلیل که سرعت زندگی شاید باعث میشه که ما خیلی از بزرگان خودمون رو فراموش بکنیم، ابتدا یک معرفی از خودتون بفرمایید. خب، من هوشنگ طالع، دانش آموخته دوره دکترای اقتصاد و سیاست هستم. کارم بود در سازمان برنامه، شروع کردم از کارشناسی. حالا در سطح مدیریت هم بازنشسته شدم و بعد در این 25 سال اخیر روی به کارهای تاریخی آوردم و سعی کردم جاهای خالی تاریخ ایران رو پر بکنم. اون جایی که دیگران کار کرده بودن من زیاد وارد نشدم، یعنی تاریخ ایران کهن رو نوشتم که محدوده 10768 تا 1438 پیش از میلاد رو در بر میگیره. 5 جلد تاریخ تجزیه ایران رو نوشتم که در حقیقت از 1803 تا 1861 ایران رو بزرگ رو تجزیه کردم و بخش‌های قفقاز، آسیای میانه، افغانستان، بلوچستان، سیستان و خیلی بخش‌های دیگر از ایران جدا شد. قراردادهای تاریخی ایران نوشتم در 2 جلد، اونهایی که قراردادهای مرزی ایران که روی مسائل مرزی ایران تأخیراتی داشته. بعد در حقیقت برآمدن صفویان، برآمدن اشکانیان و کتاب‌های بسیار دیگری و حتی مثلا به کتابی از یه دیدگاه نوینی درباره مشروطیت ایرانی به عنوان مشروطیت ایرانی نوشتم و هنوز هم در کار کتاب هستم و با مجله‌ای هم به نام خواندنی همکاری داریم که الان شماره 120 و چندش همین چند روزه ها، فکر کنم 123 همین چند روزها منتشر شد و نزدیک 17 سال این مجله دوام داره. آقای قنواتی پیشنهاد کردن و منم پذیرفتم که درباره فرهنگ و اقتصاد صحبت بکنیم. آقای دکتر، همون در حوزه فرهنگ ملی که شما آقای، من اون را هم آمد. ببینید، مسئله این یه مسائلی پیش میاد وقتی از اون حوزه فرهنگ ملی رو من کاملا شرح خواهم داد. بله. و برای اینکه وقت خوانندگان رو زیاد نگیرم و به حاشیه نرم، بله، از روی کتابچه‌ای که در سال 1379 منتشر کردم به نام فرهنگ ملی چند رویش رو میخوانم و بعد وارد مسئله خیلی مهمه رابطه فرهنگ و اقتصاد میشم. بله. که این خیلی مهمه و تنها کشوری که در حقیقت این فرهنگ رو فراتر از اقتصاد قرار داد و وارد مسائل بردهداری و استعمار و استثمار نشد تنها ملت ایران بود. و این خیلی مهمه که اینو با بینندگان و شنوندگان و بزرگان دانشمندان در میان بگذاریم که شاید یک در تازه‌ای رو باز کنه. بله، همینطور. حالا اگه اجازه میدید خواهش میکنم من یه چند رویه‌ای رو میخوانم برای اینکه بخوایم واسه مسائل فرهنگی بشیم، اون وقت خیلی به حاشیه میره و شنوندگان و بینندگانم اصولاً حوصله‌شون رو از دست میدن. مردمان در درازای زندگی اجتماعی با گزینش‌هایی از فرایند خلاقیت‌های مادی مجموعه‌ای را پی‌ریزی می‌کنند که فرهنگ نام دارد. جمعیت همچنان که ویژگی‌های زیستی خود را از نسلی به نسلی منتقل می‌کند، فرهنگ را چون میراثی اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کنند. پیوستگی عامل جمعیت با فرهنگ ژرف و گسست‌ناپذیر است. فضای فرهنگی به گونه تار و پودی پولادین شکل دهنده حرکت جمعیت میباشد. هرگاه دگرگونی‌هایی در جمعیت پدید آید، جمعیت باقی مانده به حکم آنکه در اون تار و پود پولادین قرار دارند دستن در کار خلق و ایجاد می شوند و سرانجام قالب نهاده را دوباره پر می کنند. این فراز فرودهای فرهنگی رو ما در دوره تاریخی می بینیم. هر ملت که بتواند فضای فرهنگی خیش را از دستبرد حوادث در امان بدارد، دگرگونی‌های موقتی از نظر جغرافیایی یا جمعیتی که در قالب تجزیه و پراکندگی برای آن کشور پیش می‌آید توان آن را نخواهد داشت که کل موجودیت اون ملت را در خطر اندازد. شما می‌بینید بارها یگانگی ملت ایران از هم گسیخته و دوباره این بازسازی شده. بله. دقیقاً. حتی اگر اینکه مثلا فرض کنید 850 سال طول کشیده بعد از سقوط ساسانیان تا برآمدن صفویان، اما بسیار دیده شده است که ملت‌هایی با وجود بهره‌مندی از یگانگی سرزمینی بر اثر دور شدن از آیین و فرهنگ ملی رفته رفته راه نیستی در پیش گرفتند و جای خود را به مردمی که از نظر فرهنگی نیرومند و خلاق‌تر بودند سپردند. رابطه ملت با فرهنگ رابطه سازنده است با ساخته. ملت سازنده است و آنچه را که میسازد فرهنگ نام دارد. فرهنگ هر ملت نمایانگر اثر وجودی آن ملت است، یا به گفته بهتر جلوه بودن هر ملت فرهنگ آن ملت می باشد. فرهنگ به مجموعه و کل ملت تعلق دارد. نسبت اقتصاد به حیات ملت چونان تندرستی است برای فرد، اما نسبت فرهنگ به حیات ملی چونان دنبال کردن آرزوهاست برای فرد. تأمین تندرستی هدف نهایی نیست. فرد میخواد تندرست باشه تا بتونه آرمانها و آرزوهاش دنبال بکنه. سلامت اقتصادی نیست، چون تندرستی نمیتواند هدف نهایی باشد، بلکه زمینه لازمی است که هر ملت با برخورداری از آن بتواند به دنبال تجسم فرهنگ و تحقق آرمانهای ملی خود باشد. فرهنگ حاصل زندگی ملت است. فرهنگ هر ملت که بر پایه ویژگی‌های زیستی و جغرافیایی آن ملت پدید آمده، چون فضایی است که از هستی ملت مایه گرفته و ملت تنها در آن فضا می‌تواند رشد و بالندگی بنماید. کوتاه سخن آنکه گرچه فضای فرهنگی مخلوق ملت است، اما هستی بخش ملت نیز هست. یعنی ملت تنها، همچنان که عرض کردم، در این فضای فرهنگی میتواند به زندگی سرافسارانه ادامه دهد. اگر ملت استقلال میخواهد، تنها به این معنا نیست که دولتی از خود داشته باشه و دیگران در کار او دخالت نکنند. استقلال شرایطی است که ملت میتواند در قالب فرهنگ خود زندگی کرده، ارزش‌های خویش را گرامی داشته و امکانات خود را در راه رسیدن به آرمان‌های تاریخی بسیج کند. نسبت ملت به فرهنگ چونان نسبت کالبد است به روان. خیلی مهمه. یعنی در حقیقت خیلی. فرهنگ کالبد روان این کالبده. این اگر فرهنگ رو ازش بگیریم چیزی باش باقی نمونه. یه کالبد باقی میمونه، یه چیزی مثل بقیه، یه چیزی مثل میگفتم مثل عراق و شام که ملت ایران نیست. اگه این فرهنگ رو بتوانم به طور کامل ازش بگیرم، یعنی روانشو از دست میده. مثل انسانی است که دارای روان نباشه. این دقیق ترین شاید تعریفی است که من در پژوهش هام راجع به فرهنگ و رسیدن به یک تعریف دقیق از فرهنگ رسیدم در کتاب شما. سپاسگزار. منم خواستم، چون ببینید خواستم اینها رو شرح بدم، هی به حاشیه میرفتیم، در اونجا یه مسئله رو انبام میکردم. خیلی خوانندگان به هر حال، میگم خوانندگان، شنوندگان یا بینندگان به هر حال حوصله‌شون سر میرفت. بله. اما مسئله بسیار اساسی این رابطه فرهنگ با اقتصاد. بله، خیلی مهمه از این نظر که خیلی از صاحب نظرها رکود اقتصادی و مسائل اقتصادی رو به طور کل دخیل بر فرهنگ میدونن و گویا به نوعی یک بهانه‌ای به دست میده که تنزل فرهنگ رو ما در واقع نادیده بگیریم و به گردن اقتصاد بندازیم. یعنی دور شدن از فرهنگ ملیست. ببینید این برتری فرهنگ نسبت به اقتصاد و دیگر شؤونات اجتماعی نزد ایرانیان از گاه کهن تا به امروز باعث شد که ما تنها ملت ایران، عرض میکنم تنها و تنها، این مدارکش همش در دسته، وارد مقوله اقتصاد بردهداری نشه که به دنبالش شکل نوینی گرفت بعد از اون که به هر حال مجبور شدن بردهداری رو منسوخ بکنند. یعنی 2000 خورده ای سال پس از اون که کوروش وقتی وارد بابل شد، به نمایندگی از سوی مردم و ملت ایران اعلام کرد که من بردهداری را برافکندم. یعنی ما مردم و ملت ایران بردهداری را برافکندیم. اما می‌بینیم تا آغاز تاریخ آمریکا هنوز بردهداری وجود داشت. بسیاری، نمیخوام بگم بسیاری، گروهی از این سناتورها و نمایندگان کنگره، همه اینها اجدادشون بردهدار بودن. سپس بعد از بردهداری، چون اقتصاد رو برتر از فرهنگ قرار داده بودن، روی آوردن به استعمار و استثمار. به هر حال ببینید، با وجود افتخارات بسیاری که ملت ایران داره، به نظر من فخر تاریخی ملت ایران به دو چیزه. یکی این که اول بتپرست نبوده. ببینید بتپرستی بزرگترین ستمی است که انسان بر خودش روا میکنه. بله. یه چیزی رو از چوب و سنگ و نمیدونم فلز میتراشه، در برابر اون میفته به خاک، و مهم اینه که نیازهاش از او خواستار میشه، چیزی که خودش ساخته. بله. و بردهداری بزرگترین ستمی است که ممکنه انسان بر انسان دیگری روا کنه. و هر دوی اینها مغایر اون بخشی از فرهنگ ایرانی است که میگوید بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. خب ببینید، امروز اگر به پهنه جهانی نگاه کنید، من با یقین کامل میگم بیرون از ایران شهر، یا در حقیقت فلات ایران که از فرهنگی، حالا امروز اسمشو گذاشتن برای اینکه نگن فلات ایران فرهنگی، که مرزهاش از سند هست تا فرات، از اون سوی کوههای قفقاز تا آن سوی خلیج فارس، و از سیردریا تا کرانه‌های جنوبی دریای مکران و اقیانوس هند. بیرون از این منطقه هر چی که شما می‌بینید، آنچه که ساختن همشو با برده ساختن. دیوار بزرگ چین رو با برده ساختن. بردگان که میمردن، برای اینکه دیوار بهتر پیش بره، میگم میذاشتن لایه جرز، اینها رو میذاشتن لایه جرز. تمام این روم با برده ساخته شده. فقط برای بنای کلوزیوم که متاسفانه امروز هممیهنان ما، مردمان کشورهایی که میگویند مدافع حقوق بشر و غیره و غیره هستند، به عنوان جهانگرد میرن اونجا، پولهای هنگفت میدن برای اینکه از این بنا بازدید بکنن. این بنا رو رومی ها با 60,000 برده یهودی بنا کردند که تنها کمابیش 1000 تن اونها جان به در بردند. و بعد این تو چه کار میکردند؟ انسانها رو به انسانها به جنگ میانداختند. در زندگان با انسانها به جنگ میانداختند و مینشستند و شادی میکردند. و مردان بر جایگاههای رفیع میشستند و زنان جایگاهشون روی الوارها بود که هر از گاهی میشکست میافتادند و گروهشون هم تباه میشدند. آنچه که ثروت انگلستانه، آنچه که ثروت فرانسه است، آنچه که ثروت هلند، آنچه که دانمارک، آنچه که بلژیک، اینا همش از راه بردهداری و برده فروشی به دست اومده. و سپس با استعمار و استثمار مردمان ملت‌های دیگر اما ملت ایران چون اقتصاد و دیگر امورات اجتماعی رو زیر سرفصل فرهنگ قرار داده بود، هرگز در این دام نیفتاد. حتی بعد از یورش تازیان به ایران و اسلام آوردن ایرانیان، میدونید که خب در اسلام بردهداری وجود داشت، در آیین مسیحیت وجود داره، در آیین یهود وجود داره. شما فکر می‌کنید برای چی اینا میخواستن برده ها رو مسیحی بکنن؟ برای اینکه آیه هایی رو از انجیل بخونن که شما باید از اربابان خودتون پیروی کنید. به این خاطر اینا رو مسیحی میکردن. و این بدبخت ها که به خدای تازه باور کرده بودن و خدای خودشون رو کنار گذاشته بودن، باورشون بود که فرمان خداست، ما باید هر چه اربابامون دستور میدن از او اطاعت کنیم. منتها در ایران با وجود سلطه اعراب، میدونید 200 سال اصلا به هر حال یه سلطه کامل اعراب بود بر ایران که حتی صحبت به زبان فارسی قدغن بود، اما بردهداری در این کشور پا نگرفت، برای اینکه برخلاف فرهنگ ایران بود که فرهنگو بالاتر از اقتصاد قرار میداد. بله، در واقع ما این فرهنگ رو داریم که فرهنگ رو اولویت بدیم به همین موضوعات دیگر. امروز هم اگر برگردیم، البته در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم نوشته که فرهنگ اولویت داره بر همه، ولی شما میبینید همه دولت‌ها که میان، همه اینایی که بسیار نامزد انتخابات هستن، همه از معیشت مردم صحبت میکنن. بله، همه از معیشت صحبت، در حالی که فکر میکنم فرهنگ و اقتصاد و معیشت خیلی رابطه تنگاتنگ. خب عرض کردم دیگه. بله، برداشت شما از فرهنگه که گونه اقتصادیتون رو تعیین میکنید. اگر برگردیم به فرهنگ اصیل، هرگز نمیدونم پولسالاری رو قبول نمی کنید، سرمایه سالاری رو نمی پذیرید. بله، شما می بینید در کهن ایران وقتی که همای برای اولین بار در مثلا 1200 مثلا یا کمتر میلادی بر تخت شاهنشاهی ایران میشینه، یه نظریه با توجه به برتری فرهنگ بر اقتصاد، یه نظریه اقتصادی میاره که هنوز هیچ یک از به اصطلاح اقتصاددانان بزرگ جهان درباره‌اش فکر نکردن. میگه توانگر کنم هر که ناچیز بود. و بعد اشاره میکنه قصد من این نیست که توانگران رو فقیر بکنم، که هنری نیست. من میخواهم درویشان را توانگر کنم. خب این دید اقتصاد فرهنگ برتر از اقتصاده. اگر اونطوری بذاریم، میگو بله من میخوام اینا رو درویشان را توانگر کنم، راه راحتش هم اینه که اینایی که پول دارن بگیرم تقسیم کنم بین اینا، همه فقیر بشن. همین داستان هایی که نمیدونم فرنگی ها برای خودشون از رابین هود و فلان و این چیزا میگویند که تقلیدی از عیاران یا عیاران ایرانی است، که یه تقلیدی است که به اصطلاح اصلا نفهمیدن اون مفاهیمش چی بوده. بله. و دیگر اینکه خب الان شما میبینید که متاسفانه در بعضی از حوزه‌های علمیه و در کلیسای رومی به خصوص، ارسطو رو به نام فیلسوف میشناسن و فلسفه ارسطویی رو درس میدن. ارسطو که نمیتونه فیلسوف باشه، وقتی ارسطو رو بگیرین و بفشورین ازش این در میاد، میگه که برده ابزار زنده است. یعنی این مبشر، اگر فیلسوف هم بدونین، فیلسوف بردهداری بوده و بعد فراتر از آپارتاید نژادی به آپارتاید انسانی باور داره. میگه انسان ها بر سه گونه‌اند، یا طلان یا نقره‌اند یا مسن. این فیلسوفه که فلسفهش داره در این محافل درس داده میشه و پایه در حقیقت کلیسای کاتولیک بر نظرات او استواره. به طور خلاصه بگم که فرهنگ ایران بود و با باور به این که فرهنگ برتر از اقتصاده، که ما در دام این زشتکاری های تاریخ، یعنی بردهداری، استعمارگری و استثمارگری نیفتادیم. امروز هم اگر که مفاهیم اصیل فرهنگ ایرانی را برتر از اقتصاد و دیگر امورات اجتماعی قرار بدهیم، دیگر نشانی نمیتواند از این مدرسه های پولی، از این اختلاف طبقاتی، از این پول سالاری و از این سرمایه سالاری در جامعه ایرانی باشه. آقای دکتر، میخوام مستقیمتر به موضوع فرهنگ بپردازم که در جدای از این که در مقوله کلی فرهنگ و تعریف فرهنگ، در فرهنگ عمومی چقدر میتونه مؤثر باشه و چه میزانی از این نمادهایی که در اطرافمون میبینیم، در زندگی شهری میبینیم، دلیلش اقتصاد هست، دلیلش کاستی های اقتصادی است. ببینید عرض کردم، چون ما اقتصاد رو برتر از فرهنگ گذاشتیم، امورات اجتماعی رو برتر از فرهنگ گذاشتیم، خب به این مشکلات دچار شدیم. ده. مردمان اصلا از فرهنگ ملی امروز ناآگاهند، چیزی ندارند که بخونند و بتوانند مفاهیم دقیق فرهنگی رو در بیابند. بله. کتاب که خب امروز جایی شده که قیمت‌هایی شده که واقعا خب دیگه در سفره مردم نمی گنجه. رسانه هم که خب بیشتر دولتیه، چه صدا و سیما چه روزنامه ها و اینها، خب به این مقولات پرداخته نمیشه. بله. بنابراین این چیزی که امروز میبینید همش، وقتی که شما خبرها رو باز میکنید، انسان واقعا خجالت میکشه. یا مسئله تخم مرغ، یا مسئله گوشت، یا مرغ، یا جوجه ریزی است، نمیدونم، یا واردات، نمیدونم، نه. گوشت گرمه، یه چیزایی که ببینید اصلا لایق این ملت نیست. بله. ما باید خیلی به مسائل، یعنی جوان ما باید به خیلی از مسائل بالا فکر بکنه. فکرمون رو میارن درست، به اصطلاح میارن تو این دالان شکم سرپناه. خب نمیان بپرسن که آقا یا آدمی آمد خوب یا بد، اصلا من کاری ندارم، چندین میلیون خانه ساخت با نمیدونم پیش پرداخت 1,500,000 تومان، نمیدونم 1,500,000، مردم صاحب خانه شدن. حالا میخوان چند تا بسازن، ببینید چه داستانیه. اینجا زمین پیدا شد، اونجا زمین پیدا نشد. حالا خب برین از اونایی که این کار کردن بپرسین چجوری این کار کردن. بانک‌ها وام دادن، بانک‌ها وام ندادن، حالا اینا بانک‌ها رو ما نمیدونم با ایشون برخورد میکنه. آخه این مسائل ببینید، خب این اون وقت دیدگاه مردم ایران، جوان ایرانی رو میاره به کجا؟ بله، میاره به یه کانکس، یه اتاقک چوبی، میاره به این که نمیدونم 1 کیلو گوشت یخزده به دست بیاره، میاره به این که نمیدونم یه برنج هندی بتونه سر سفره‌اش ببره. خب ما مردم رو از جایگاهشون فرو کشیدیم. ما چه انتظاری داریم؟ ما چه چیزی تو این دبستان ها گفتیم به این بچه‌هامون؟ چه گفتیم در این دبیرستان ها؟ حتی تو این دانشگاه ها چه گفتیم؟ در رشته تاریخ چی گفتیم به این جوانی که اومده رشته تاریخ رو بخونه؟ هنوز داریم نمیدونم نوشته های بیگانگان رو در میانشون دست به دست میگردونیم. خب اینا مسائلی است که خب همین میشه که میگن نمیدونم جوانان ناامیدن، امید درشون بیافرینیم. چگونه؟ اینکه مثلا یه میزی بچینیم که 10 کیلومتر باشه، مردم بتونن کیک بخورن و فلان بخورن. نه، این نمیشه. آفریدن امید اینه که فرهنگ رو بارور بکنی، به این جوان افقهای بزرگ آینده رو نشون بدی که این ملت در چه جایگاهی بوده، پس امروز هم میتوانه به همون جایگاه ها برسه. بله، ما کمتر های دکتر به نظر میرسه به مسئله فرهنگ پرداختیم و اصلا انگیزه این برنامه هم همینه که به موضوعات فرهنگی بپردازیم. آنچه که در بیرون از اینجا و این برنامه بسیار دیده میشه مسائلی است که یا اسمهای سیاسی است، ایده های سیاسی است و حالا محور اقتصاد هست، و یا اینکه مفاهیم فرهنگی تحت زیر سایه یک موضوعاتی در واقع ارائه میشن که اصالتاً فرهنگی نیست. اون یک آیین میتونه باشه، یک در واقع چیز میتونه باشه، ولی مفهومش اون فرهنگی که باید باشه و نیست در واقع نیست. یعنی این کاستی از همه جهات، در رسانه، در گفتگوها، مناظره ها و خیلی جای دیگه جاش خالیه. این بود که ما اساساً فکر کردیم که جناب عالی در واقع یک کانونی هستیم برای تشریح فرهنگ ملی به عنوان هویت ایرانی ما، به عنوان هویت فرهنگی ما، و از شما دعوت کردیم که سپاسگزار با در واقع سخن گفتن در این مورد ما رو به یک نقطه‌ای برای حرکت در واقع برسونید. نقطه حرکت اینه که ما در برنامه ریزی هامون فرهنگ و فراتر از مسائل دیگه قرار بدیم و اونها رو زیر مجموعش قرار بدیم. تا وقتی که این کار رو نکردیم و اصولا فرهنگ رو نشناختیم، آخه با این وزارتخونه که نمیشه فرهنگ ملی رو شناخت، نمیشه فرهنگ ملی رو گسترش داد. حتی نوعی ممنوعیت گویا به نظر میرسه که نوعی ممنوعیت براش که هست که فرهنگ ملی رو نشناسیم و اونو گسترش ندیم. خب از همین کتاب نمیدونم کوچک فرهنگ ملی که اون روز باهاش 300 تومن بود، حتی یک دونش هم وزارت فرهنگ و نمیدونم چیز ارشاد اسلامی خریداری نکرد که چیز بشه. بله، یعنی به طور کلی به این مسائل باور ندارند و این وظیفه خود مردم و در حقیقت دستگاه‌های مستقلی مثل شماست که بخواید اینو بیشتر روش کار بکنید و مردم رو با این مفاهیم آشنا بکنید. بله، این در حالیه که اصلا یک ضرورت دیگه الان به نظر میرسه فرهنگ، چون ما در بالاترین جایگاه ها کاستی فرهنگی رو میبینیم، حتی در شخصیت هایی که حالا قابل اعتنان شاید به دلیل اینکه خیلی موضوعات سیاسیه و حول محور نام ها میچرخه، ولی کاستی فرهنگی رو به معنای حقیقی خودش هم در اون سطح میبینیم و هم در دامنه به در جامعه، در فرهنگ عمومی مردم. خب ببینید وقتی که گردانندگان به فرهنگ ملی باور نداشته باشن، خب مردم چگونه؟ خب بعضیا میرن جستجو میکنن، خودشون به این مسائل میرسن. خب خیلی هم هستن امروز در پهنه ایران زمین، خیلی ها هستن. بله. اما خب این برای اینکه فراگیر بشه باید اول در حقیقت اونهایی که در جایگاه فرمانروایی نشستن باور داشته باشن. بله. و این باور رو از طریق آموزش و رسانه های جمعی به مردم منتقل کنن. وقتی این کار نشه، بله، این میشه یک در حقیقت کوشش فردی افراد، گروه ها، اجتماعات، حالا رسانه‌ای مثل رسانه شما و برخی نمیدونم حالا هفته نامه ها، ماهنامه های مستقل که به هر حال هر روز صحنه براشون تنگتر میشه. بله. بسیار سپاسگزارم که منم سپاسگزارم. این برنامه هم با دعوت از جناب آقای دکتر طالع که از شخصیت‌های فرهنگی مهم این دوره هستند به پایان رسید و ما موضوع فرهنگ ملی رو مورد بررسی کردیم.